در ارتباط با تخمک‌زایی در فرد سالم کدام موارد صحیح بیان شدن؟ بعد اومده گفته الف و ب و جیم، الف و دال، جیم و دال. یعنی راحت تو میتونی یه وقتایی بچه تو این سوالهایی که این شکلیه، حالا ما الان همشو با هم تحلیل میکنیم، اما بعد هوشمندی به خرج بدی. مثلا وقتی گفته الف و ب و جیم، تو برو ب و رد کن، ب و رد کنی رد میشه. بعد بین دال و جیم یعنی خیلی راحت سریعتر میتونی به جواب برسی. ما کلشو ولی با هم تحلیل میکنیم. توی الف میگه به طور قطع، یعنی قطعاً، هر گوشه قطبی حاصل از تقسیم میازه یک در پی لقاح با اسپرم توده‌ای بیشکل تشکیل تولید میکنه. آقا حواست باشه، اولا که به ندرت این اتفاق میفته، یعنی احتمال این که گوشه های قطبی ما بتوانند لقاح انجام بدن یه جورایی ندرتنه. چجوری میتونی بگی به طور قطع هر گویچه ی حاصل از تقسیم میازه یک در پی لقا با اسپرم توده‌ای بیشکل تولید میکنه؟ به علاوه این، وقتی میخواد لقا انجامه، در طی لقا ما باید میازه دومون تکمیل بشه بعد این بتونه لقا رو انجام. باگ داره گزینه، غلطه. درست شد؟ توی ب میگه در تخمدان در پی هر تقسیم میازی تقسیم نامساوی سیتوپلاسم انجام میشه. من کاملش میکنم به منظور این که سیتوپلاسم بیشتری به یک یاخته برسه که بعدن این یاخته اندوخته غذایی بیشتری داشته باشه که اگر رو لقاح کرد و موفق به لقاح شد، اندوخته غذایی برای جنین رو داشته باشه تا زمانی که جنین بخواد مثلا اگر انسان باشه جایگزینی انجام بده. درست شد؟ خب پس به اوکی. جیم میگه در مراحل تخمک‌زایی پس از شروع در دو مرحله مختلف متوقف میشه. مراحل تخمک‌زایی دو تا توقف داره. یک توقفش زمانی است که یاخته ها در دوران جنینی تشکیل میشن، توی پروفاز میوزه یک میمونن. یه مرحله زمانی است که تخمک گذاری اتفاق میفته، میوزه یک تکمیل میشه، میره توی میوزه دو، توی پروفاز میوزه دو میمونه تا زمانی که دوباره لقا اتفاق بیفته. خب دو مرحله استوب داره، کاملا درست. دال میگه تقسیم نامساوی سیتوپلاسم در تخمک‌زایی به منظور تولید گوچه‌های قطبی انجام میشه. تقسیم نامساوی به منظور تولید گوچه‌های قطبی. آقا علت تقسیم نامساوی رسیدن سیتوپلاسم بیشتر به یاخته اصلیه که میخواد بره لقاح بکنه. همین الان بهت گفتم برای اینکه اندوخته غذایی درست حسابی بشه. علت تولید گوچه قطبی نیست، چون گوچه قطبی اصلا نمیخوایمش. الف و دال غلطه، به وجیم درسته. درست شد؟ جواب میشه گزینه دو. حله ببین الف غلطه، یک رد میکنی، سه هم رد میکنی، میای رو ب میبینی ب درسته. اینجا اومده گفته جیم و دال باید درست باشن، خب اینم رد میشه گزینه دو. حتی دو تا گزینه رو میتونی نخونی، حتی خیلی باید مطمئن باشی به کارت، ولی راحت میشه به جواب سوال رسید.